سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من اومسیکسم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها تو این ویدیو میخوام در مورد این قضیه حرف بزنم که چند نفرن اومدن که میخوان آبروی منو ببرن، میخوان یه دراما شروع کنن. ببین یه شروع کردن نمیدونم این حرفو زدن امید دزده و امید نمیدونم اینجا کلیک بی زده اکانت امید پاک نشد و از اینجور حرفا. بچه ها میخوام یه بار برای همیشه اینا رو بگم، چجور آدمایی هستن، در مورد اینا بهتون بگم. یک اینا زیاد نمیخوام در مورد زیاد که چرت کنم، نمیخوام زیاد وقتمو بزنم روی اینا. دو بچه ها منتاره ای اومده، سه میخوایم در مورد سیزن جدید و قوی ترین گانش حرف بزنیم. بچه ها واقعا گانش زیادی قویه. این بچه ها سندستون اومده، این ایونت جدید اومده، میخوام چند تا از این نکته هایی که توش یاد گرفتم بهتون یاد بدم. خب بچه ها بریم اول توی سراغ منتاره ای. منتاره ای آها، اینم بهتون بگم دیگه بچه ها، بزنیم نبریم سراغ ویدیو. هر آسیا به نوبت. آخه بچا یه توی ایونت بچا اینجا که میبینید سندستورم، اول فکر می‌کردم بین توی این چی اسمش، بین توی این استورم هلیکوپترتون میترکه. سر همین اولش میترسیدم باش برم، گفتم الان میرم اونجا منفجر میشم میرم لاب. یک بعد اینجا بعد ناگهان یه دونه باکس هست، این باکس رو بچا میبینید، ببینید توش یه چی پدای بهتون میده. این پدا فکر کنم توی فورتنایت هم هست، توی خیلی از بازی اضافهش کردن. حالا اینا با این چیش میگن، با این ایونت، با ایونت سنستورم بچا، یعنی میشه طوفان شن، با ایونت طوفان شن گرفتن این پدا رو به بازی اضافه کردن. حالا امکان این که این پدا توی بازی بمونن هست. خب من خودم حال کردم باشون توی سندستورم یا همون گردباده که سندستورم که میشه چیز دیگه. توی این طوفانه بچا برین گردباده، توی این گردباده برین اینجوری گلایب میکنه، خیلی باحال خوشم اومد. اسکینه بچا، اسکین منتاره که اومده، اسکین خیلی خوشگلیه. من پدا رو هر جا نمیشه گذاشت، بذارم پدا رو برم براتون بذارم. این منتاره یکم داستان داره، اونم بهتون میگم بچه‌ها. حالا واسین این دور و برا باشین تا خونه همه چی بهتون میگم. نگاه ببین روی پدا اینجوریه، ولی باگ داره. نگاه کنین، من اینجا فقط هزار بار میخواستم دکمه گلاید رو بزنم، گلاید باز نمیشد، اینجا داشتم فشاری میشدم. یه 3-4 تا به عمه اکتیویژن گفتم بس دیگه بیا پایین. آقا الان داشمون همینجوری فشاری هست، یکم دفم هست، اینم نمیذاره دیگه، داشمون داره نمیذاره انرژی داشمون برگرده. بچا توی این یارو باکسی که من رفتم دوبار کلا رفتم، تو دوبارشم از این اسنایپر حرارتی داد. فکر کنم همون اول بازی میتونی یه دونه اسنایپر حرارتی بگیری، یعنی همون دقیقه یک بازی. سر همین بری اینجا اسنایپر حرارتی چون همیشه برده، یک امکان زیاد شلوغ میشه. من رفتم یه اسکواد اومده بود، حالا ما ویدیوشو بزنم، من خودم ویدیوشو بزنم که دیگه خیلیاتون میبینین، حتما یه 30-40 هزار نفر دیگه همش اول بازی میرن اونجا. این از این. نکته دوم اینه که بچه‌ها میخوام در مورد بزنم این میکروفون درسته، میخوام در مورد بچه‌ها هارد اسکوپ باهاتون حرف بزنم. اصلا هارد اسکوپ چی هست، چرا تو این سیزن اصلا نباید انجامش بدین، کلا خیلی سیزن خطرناکه این سیزن. حالا سیزن جدید بچه‌ها هرچ نظر خودم میخوام در موردش بگم. اولا بچه‌ها هر سیزنی که اومده تا حالا توی کالا آف بچه، حالا بهتون با دلیل میگم چرا. اصلا ویدیو من موضوعش این نیست که نگیم به خاطر اینکه ویو بگیری داری اینو میگی، نه بچه، بهترین سیزن کالا آفیه که تا حالا اومده. لحاظ بالانس بودن گانا فقط یه مشکل داره، یه گانا که بالانس نیست، اونم MB1 که نگوین الان پشتی من داره با MB1 میزنه، جلویم الان چند نفر دیگه دوباره میره اونا با MB1 میزنن، کل بازی دارن با MB1 میزنن. اینم که اینجا خط گرفت کنم MB1 داشت، یعنی کل بازی بچه‌ها پر شده چی MB1. حالا بچه‌ها یه هارد اسکوپ داریم با یه سافت اسکوپ، همون سافت اسکوپ بچه‌ها همون فست اسکوپ خودمونه. یعنی چی؟ یعنی شما ام بگیری سری بزنی، مثلا به این تقریبا فست اسکوپ بود، یعنی اینم تازه فست حساب نمیشه. فست یعنی که بچه‌ها ایمو بگیری تا نشونه رسید رو انمی سری بزنیش، به اون میگن فست اسکوپ. خب حالا هارد اسکوپ چیه؟ هارد اسکوپ به این میگن که شما ایمتون رو روی انمی نگه دارین، پشت سر هم بزنین با اسنایپر. خب حالا به رایفل ها این به اینا الان این حرکت من بهش میگن چی؟ هارد اسکوپ. یعنی که یه جا وایسی خط این نفر بگیری بزنی، یا خطشو بگیری با اسکوپ نگاه کنی، یعنی توی اون توی اسکوپت بمونی، یعنی در حال نشونه گرفتن یه جا رو نگاه کنی. خب به این میگن بچا هارد اسکوپ کردن. خب حالا توی این سیزن چرا نباید انجام بدید بچا؟ توی این سیزن MB1 شدیداً باف شده، کل بازی پر شده MB1. خب یعنی اصلا هر کسی اینا کو اینم تازه رفت اون بالا فکر کنم MB1 بزنه. یعنی من اولین بازیمو که بازی کردم فقط یعنی فکر کنم 10 نفر رو زدم، 6 تا 7 تاشون MB1 داشت. MB1 نکنین، یه باگ داره که اجاتون تکون نخورین سری میزنه میرین لابی، یعنی کافی تکون یه سری تکون نخورین سری میبینین. اصلا اسنایپر ها اینجوری هم دیگه مخصوصا توی کالا. حالا سر همین قضیه به هیچ عنوان نکنین هارد اسکوپ نکنین، هارد اسکوپ کنین یه دونه MB1 نگاهتون کنه زدین رفتین بالا، بزن اینو بزنم سری یه خدی موومنت معکوس پیم بزنم به نازنین یارش نکنین. یعنی این یارش تو دیدم این موومنت معکوس زدن، نکنین یارش من ندید، نکنین داره پامرقی میاد نمیدونه دارم با نینجا میرم میدونه بزن تو چشش که دیگه از این کمپا نکنه به نازن. خب خیلی هاتون گفته بودین داش رومیت چرا جدیدن یکم انرژی نداری بچا، واقعا دارم ریکاوری میکنم، ویدیو امروزم واقعا گلمن گرفت، نمیخواستم گفتم بهتون نمیخواستم امروز ویدیو بسازم، ولی یکی اینکه اینا اومدن یه سری دراما شروع کردن که باید بیام اونا رو حتما توضیح بدم.
که چیه قضیه هستن. دو اسکین منتاره اومده دیگه، مگه میشه برای این اسکین آدم ویدیوشو نسازه؟ نخون این طرف نکنید که الان با ام بی سی نخون چه خطی گرفته، فقط باید نخون سری یه ام بی گیری بزنی. یعنی به نظر الان این سیزن اینه که مثلا تو فقط بیا هدشات بزنی، هدشاتای وانتم خیلی جوابن، ام بی سی یکم جوابه ولی خیلی زیاده تو بازی دیگه. یعنی تا نگاهی اینور کنی نگاه اونور کنی یه دونه گذاشته بیخ گوشت نمیدونی از کجا خوردی. حالا در مورد سیزن جدید که چرا بهترین سیزن کالاف، اگه یادتون باشه اونایی که قدیمی بازن اینو میدونن، یه چند فکر کنم سیزن 2 3 اینا بود، شاید 2 3 4 این قدیمه خب بازی شدیداً روون بود. یعنی خب دو تا هدشات زدن به این نیفتم، یعنی میخواستم اینجا چند تا به امی اکتیویژن بگم ولی جاش نیست چون ویدیو در مورد چیزهای دیگه است. حالا آچا توی سیزن 1 و 2 بازی شدیداً روون بود، گانا سری سویش می‌شد، یعنی تو میزدی سر اون که گانا سری درش می‌آورد. الانم دقیقاً دوباره بازی اینجوری شده برای پلیرای مثل من. خب بعد این قضیه خودش باعث میشه بچا خیلی کمتر بشینید توی مولتی پلیر. بچا یه دونه پرکس فکر کنم اسمش امپر یه اینجوری اسم داره، خب اونم میذاری همین کارو می‌کنه، گانا رو تندون سویش می‌کنه. یعنی از این گان تا مثلا قبلا اینجوری توضیح بدم، می‌خواستی از مثلا شاتگان دستت اسنایپر تو دراری، خب یکم کن بود شاتگانو می‌ذاری بعد اسنایپر رو در می‌برد، الان می‌زنی سر اسنایپر سری درش میاد، یعنی خیلی سری شده. الان میرم جلوتر توی آلکاتریز راحت‌تر میتونم بهتون نشون بدم. خب بچا آلکاتریز گیمای قشنگشو گذاشتم، کلا گلچینای عالیه. اینجا قشنگ بهتون نشون میدم اون قضیه امپ فسویچه یا سیزن جدید چقدر تاثیر گذاشته رو پلیرای مثل من. یعنی فکر کنم بازیمون حداقل دو برابر به خاطر آپدیت جدید بهتر شده، خیلی روونتر میشه بازی کرد، خیلی نیت بازی ها بهتر شده. یعنی قبلا میزدی سر نیت تا نیت رو در می آورد و تا پرتش میکرد خیلی کند این کارا رو میکرد، تا اینکه دوباره بعد از پرت کردن نیت دوباره یکم طول میکشید شما بیان چیز کنید چی میگن شما دوباره گانتون رو میتونید درارین، دوباره این کار اینم کند بود تازه. حالا تو این سیزن همه چی رو بچا روون کردن، یعنی تقریبا بازی فوق العاده شده. بذارین برم سراغ این اسکوادی که براتون گفتم. این آخرین شب آلکاتریز بود، گفتم برم یعنی یکم بزنم براتون قلبتون نگیره، قلب خودم گیره با اچ تانکی رفته بودم بچا اونجا با این چی میگن با این آپدیت جدید، یعنی میزدم همه چی روون تر شده. نکن همه چی روون تر شده. من یکم بچا در مورد این قضیه دراما باهاتون حرف بزنم که اینو باید بگم که این دراما میخوام شروع نشه که دارم اینو میگم. این شما خودتون من میشناسید تو هر درامایی بوده، فقط خواستم قضیه رو جمع کنم بگم بریم به زندگیتون بزنیتون برسید، چون من نمیدونم تو این وضعیت که الان ایران داره خودم نکنم وضعیت ایران بود. خب مثلا هم مشکل دلار خدا تو من خونه گرون، همه چی گرون، غذا گوش همه چی گرون، این وضعیت مثلا بشینید چه میدونم دراما درست کنی اصلا من نمیدونم فازی. من خودم یکی که اصلا حوصله این قضیه رو اصلا بچه ها ندارم. یعنی بهتون میگم خودتون دیگه وضعیتون دیگه. اگه من بچه ها برای ویو میخواستم این کار کنم، خب دیروز میشستم یه ویدیو میزدم همون یعنی هر چقدر ویو میگرفتم ویدیو قبلی این ویوش دوباره برمیگشت دوباره مثل اونه. یعنی این ویدیو این ویو که این جای اونا خالی شد هر چی بود و برگردون، یعنی انگار که مثلا من ویو گرفتم دیگه اصلا فرقی به حالم نکرد. سر همین اگه به فکر ویو بودم دیروز یه ویدیو میدادم. حالا ویدیوی تازه امروز هم نمیخواستم بزنم چون انرژی نداشتم، ولی خب بعضیا چی میشه گفت واقعا بعضیا یعنی عشق درامون. یعنی شما مثلا بگی مثلا نون بد مثلا اگه این نفر بعضی آدم هستن گرسنه‌شون بذاری بگی نون میخوای یا دراما میگه داداش درام، یعنی راضیه طرف گرسنگی بکشه ولی دراما رو داشته باشه، یعنی برم تو دراما. ولی من اصلا برعکس کلا قضیه مثلا وارد این حاشیه نمیشم، ولی بعضی موقع مثلا الان دیگه مجبورم دیگه. یعنی مثلا طرف میاد ویدیو مثلا میسازه میگه امید نمیدونم چی میگن ویدیوش کلیک بیت بود و اینا، من میگه چیکار کنم. حالا من نکنید بچه مشکلی با این قضیه ندارم که یه سری ها میان مثلا ویدیو در مورد این درست میکنید نکنید، چون چند نفر این کار کردن. اصلا من کاری اصلا به ویدیو دیگران اصلا کار ندارم، من اینکه بیام مثلا زدم و حرف بزنم تا زدم و حرف بزنم باشون کار ندارم، کلا در مورد اون قضیه توضیح میدم، کلا در مورد خودم طرف کاری با خود طرف ندارم، یه قضاوت خود طرف میمونه باشون کاری ندارم. مثلا حالا مثلا چند نفر خودتون نمیدونم دیده باشی اومدن ویدیو ساختن اکانت امید دست منه، یه یکی اومده ویدیو ساخته که نمیدونم اکانت امید و من پاک کردم. بچه آها راستی یه سیرتون اومده گفتیم اون شاتگان ضعیف شدن نیا کنیم بچه ها، یعنی شاتگان اصلا ضعیف نشده به نظرم. حس میکنم سر همین که گانا میتونید سری سویش کنین سویش بچه ها، یعنی که گانا سری بذاریم اونجا قربان برم لوری دارم حفظم گانا رو سری بذاری پشت اونیکی رو سری داری بایی میگم بچه ها سویش کردن
فریش دیگه فشاری نکنین، نمیتونم توضیحش بدم. نکن این فشاری رو نکن، نکن داشمیت خودش به اندازه کافی فشاری هست، میاد براش میاد پیوریفایر میکشه، یک بیوت تو برسه میدونه. نکن داشمیت بیاد عمت تو یکم به قولت این روحی هم ببین روحی هم داره برمیگرده، امکان داره فردا نامنظم بزنم، ولی بعضیا نمیخوام بزنم این قضیه پیش بره. یعنی میان داشمیت مینازن تو درامای یکم فشاری میکنه، همین که روحی هم یکم بهتر میشه بعد به عمتشون چهار تا بگم دیگه. یعنی کاش یوتیوب دست داشمیت رو نبسته بود، کاش ویورا دست داشمیت رو نبسته بودن، اینا رو به اسم خطاب میکردم و چهار تا به عمه‌هاشون میگفتم. نمیشه دیگه، فشار میخوره آدم. آخه چرا نباید اینجور وضعیت تو داشو میداشت؟ بمیر دیگه، چرا فشاری میکنی؟ ببین همینجوری گفتم بچا من با اینا هیچ مشکلی ندارم، اینا که بیام مثلا ویدیو هر چی اصلا من با کسی اصلا ناکن اینجوری بهتون میگم، هیچ کسی توی کامنت من هیچ کاری ندارم، هر کسی میخواد هر ویدیویی برای خودش درست کنه، هیچ به من چون ربطی نداره. طرف ویدیوش خوب باشه شما نگاه میکنید دوستش دارین، شما طرف ویدیوش بد باشه شما نگاه نمیکنید، تموم شد رفت. این دیگه من کاری ندارم، مگه اینکه طرف بیاد مثلا بخواد گنگکاری کنه، چه میدونم بیاد مثلا بیاد اینجا بچه گفتم داداش ببین سرمون درد میکنه بریم لابی، این لابی رو بهش گفتم چون فشاری اومده بودن دنبالم، یعنی اینجا نمیدونم میشه دو دست با این بازی کردم، انقدر فشاری گذاشت دنبالم ولم هم که نمیکرد، منم یا تیر نداشتم یا وست نداشتم. حالا بزنین اینجا نکن این نکن اینجا به نظر این عجیب نرفت اونور، حس کردم یکم سری زیادی سری پیشید به بازی، اینجا دیگه من یه تیرم بهش زدم دیدی همه تیرام بهش خورد ولی حتی وستش هم نشکست. نکن بعضی پلیرها میگم هم عجیب رفت اونور هم عجیب بهش تیر خورد نمورد، حالا امکان داره به خاطر پینگش باشه، ما الکی حرفی نمیزنیم. نکن اینجا یه فشاری دیگه اومد دوباره تیر نشد، گفتم دیگه این بازی یا تیر نداشتم یا چی یا پلیت نداشتم، سری میرم این پشتام کنین. آره اونی که اومد دنبالمو یکی زد فکر کنم، بذار ببینم این نگاه بندازم. آنا کو اینی که اومد دنبالمو یکی زد، این نمیدونم این نفر این از کجا اومد. نکن این یه دونه شاتم بیزن گذاش سرمون در میاد، بیاد بتون بخوره یه دونه میگم این ورانور نگاه کنم ببینم کسی نیست بنازه میش نیست. در مورد اچ اس تانک یکم بهتون بچا بگم، تانک یا تانک حالا نمیدونم فکر کنم تانک، فکر کنم تلفظ درستش میشه تانک، ما میگیم تانک نمیدونم مطمئن نیستم. ببین بچا اچ اس تانک الهاز اچ اس بودن به نظرم قوی ترین تو اچ اس هست، یعنی با فاصله. یک دو هم ایمش چجوری بهتون بگم یه ایم خیلی تمیزی داره، اینجوری نیست ایم چرت بزن اینو بزنم یا خود یا کجا اومد یا من بزنم. خب اینجوری نیست که بهتون بگم که مثلا ایمش یا مثلا کنیم مثلا یه اچسی داریم اپیکه اسمش نمیدونم چی، اونی که اسکلتیه. خب اینجا بچه صدا پاس سرمون سر کلمون میومد، سرم اینجا دیگه نشستم نگاه کردم ببینم چه خبره، یارو مثل دیوونه ها رفتن. خب این یکم عقل کرد یکم زرنگی کرد، داداشم ابولی وایساد کنار دارم یه دونه اینا بهش بندازم. آره بچه ها اون یارو اچس کلوفته هست، خب اون اچسی نکنی یه جوری کلوفته، یعنی هر شما ایم میگیری خوب جلوتو نمیبینی. خب اینه که HSA این HSA عادی HSA عادی حس میکنن زیادی زوم میکنن، نمیدونم یه اینجوری یه اصلا عجیب اسکوپ میکنن. این HSA نمیدونم چرا خیلی روونه، شاید هم به خاطر سیزن جدید باشه، شاید نه این هم در نظر بگیر چون من اونیکی HSA رو هنوز تست نکردم توی سیزن جدید. اگه بچه اونیکی HSA توی سیزن جدید برای شما روون شدن حتما توی کامنت ها بگین که بدونم دیگه من نرم تست کنم. حالا اینجا بچه نکنین اینجا نکنین هم این خونه صدا پا می اومد، هم از خونه دست راستیم هم از چپی، همون خونه روبرویی است بزرگه، اسم فکر کنم اسمون آلکاتراز داره، نه سلاف نمیدونم به فکر کنمش میگه سلاف نمیدونم اسم من اصلا داش این داشون اس بلد یه این تو اون خونه ها. خب اونجا خط داشومید رو گرفته بودن متاسفانه، یعنی همین یه دونه نیدم انداخته همه جا پلیر هست. اینه که یارم بچه نا کنیم بلندش کردم خودش رفت تو ترپ، داداش اونجا 200 تا ترپ انداخته خب میره چیکار کنیم؟ یکی یه نگاه کن اینجا نگاه بندازم. حالا یارم اومد پشتم دیدم که داره قسم قرآن میده تو نه ابوالفضل بیا منو بلند کن، گفتم خب داداش اومدم. گفتم حتی هنوز برق گرفتدش، یعنی پلیر زخمی میبینی. نکن اینجا زون داشت میومد، خب این پلیر نکن اگه من وای میسادم اینو بلند میکردم خب امکان داشت جام خیلی بد شد، نکن بالا خطم گرفتم سر همین مجبور شدم ولش کنم برم یه جای بهتر، مثلا اینجا یه هایگراند ریز بگیرم که نکن همین کمک کردن که یه شات زدم بگیرم. یعنی اگه یکم دیری میجنبیدم بچا این هایگراند اینجا رو این میگرفت، حالا نکن این هایگراند چقدر به من کمک کرد، اول یه دونه ترپ انداختم دوم من پلیتمو رو وقت کردم راحت با خیال راحت بزنم که اون بالا که اون خطمو گرفته بچا اون طرف نتونه منو بزنه، یعنی اونجا امکان داشت اگه من وای میسادم یارم بلند کنم از اونجا یه سه چهار تا تیر بهم میزد بعد با شاتگانم میپرید رو سرم از اونجا چی میشد کود میشدم میرفتم کجا لابی. اینجا بچا نکن این فکر کردم این پلیره بالا سرم وای میسه، خب اومدم مثلا برم بالا بزنم که بازی 50-50 نشه، چون امکان اگه
اگه زون جمع بشه مثلا نمیدونستم اینجا زون آخرین جا میخواد کجا جمع بشه که من امکان داره اونجا باشم، اون که رو سقف 100 درصد زنده میمونه، ولی اومدم منم بزنمش دیدم نشد، طرف خیلی انداخته اصلا راه نداشت برم والا، یعنی امکان داشت رو پله خط راحت بگیره بزنه چون صورتم کم شده، ولی یه شانس آوردم طرف اومد پایین که منو بزنه. این یکی اسکین 117 بچه‌ها بهتون بگم اگه میخواین بزنید، اسکین خود گانش بچه‌ها با ارزشه، یعنی توی 117 خب ملت داون خیلی خوبه، اگه ملت داون رو دارین نزنینش، نمیدونم این سلیقه ای این تیکر، ولی اگه ملت داون خب ندارین به نظرم بزنینش چون ایمش خوبه نسبت به چی میگن. یه دونه 117 دیگه داریم اسمش چیه خدایا، 117 خدا اسمش چیه، هالیدی 117 هالی، از 117 هالیدی خیلی بهتره. یه 117 چرت دیگه هم داریم، این از همه 117 ها بهتره بجز ملت داون. ملت داون چرا میگم یکم خوبه، ملت داون ریکویلش بچا یه جوریه، یعنی یه ریکویل روونی داره، حالا دلیلش نمیدونم چیه، بزن ببینم. اینو تو این بازی بچا فکر کنم کلا اسنایپر زدم، یعنی کلا داشمی کلا فاس اسکو بازی کرده براتون که بنازم، بزن اینو بغل بزنم یا هد شات زدم یا فاس اسکو ببینم بزنمش بنازم. بزن این چیشم قشنگه، بس صدای تیر زدن 117 واقعا خوب، یعنی ببین بهش میره. راستی بچا نمیدونم بهتون گفتم یا نه، این یاروش اسمش این اکانتر که گرفتم اسکیناشو فکر کنم 5 تا یا 5 تا یا 6 تا گردونو روش زدم، این یاروش منتوریام که امروز صبح منتوری صورتیام که امروز صبح روش زدم، یعنی تقریبا همه اسکیناشو کامل کردم، فقط چند تا اسکین نداره. اون اسکین چیزام فکر کنم رفته دیگه، اون اسکین چیزا رو گشتم پیداش نکردم. چی اسکین گان جدیدی که اومده خدایا، اسکین گان کوچولوشی نرف شده این سیزن، اصلا اسم گانا رو همیشه یادم میاد، چه هدشاتی زدم ولی نیفتاد، خدا اکتیویژن نگذره. یه دونه تیر میخواست والا نمیشد اکتیویژن یه دونه تیرم بیفته، طرف فشارش رو 4 تا بهم بس دور کن بیا برو سرمون در نه. خب بزن یکی اینم بزنیم ببین یکم جلوتر چه خبره. اینجا دوره گیرش افتاد، ناگهان گفتم بیا اینجا، بیا اینجا دور اینجا بچا اون روحیه‌ام داشت خوب میشد، پس اسکوپام داشت میخورد، اون داشون روحیه‌اش خیلی مهم، اگه روحیه‌ام خوب باشه تمامی فست اسکوپا میخوره، اگه خوب نباشه هیچ کدوم نمیخوره. از فردا بچا امکان 99 درصد اگه این قضیه دراما من خودم اومدم جمع جورش کنم دیگه، فقط برای کسایی که دارن ویدیو میسازن آقا یه راه دیگه برای ویو گرفتن پیدا کنید، دنبال دراما نرین که چی بشه، یعنی تحتش بدتر 4 نفر از شما بدش میاد و تحتش دیگه یعنی کسی باهاتون حال نمیکنه. این حرکتا به نظر فوره، فقط میگم دنبالش نرین. نه من اینجا نگاه چقدر تیز زدم تو طرف داشت میشد. آره بچه ها، نه من حوصله این قضیه دراما رو دارم، کلا چیز اوکی نیست دیگه، مثلا من بیشتر مثلا خوشم این چیزی که دوست دارم، ببین نمیدونم یه چیزی نقطه ضعف خیلی هست، من نمیدونم چرا این قضیه وجود داره. خیلی ها به جای اینکه مثلا فکر این باشن که مثلا چه میدونم ویدئوی بهتر بسازن برن با اینو ویدئو بسازن، شروع میکنن دراما که چی بشه. آها یکم در مورد رایفل هم بچه ها بهتون بگم، ببین دوست دارم بیشتر در مورد بازی صحبت کنیم تا در مورد این چیزا. آها بچه ها توی این سیزن رایفل ها خب بالانس شدن، ام 13 بچه ها بالانس تر شده، فنکو اونی که اونی گان کوچیکه چرا من اسمش یادم رفته، فنکو اونی که مثل فنکو یک گان دیگه اومد مثل فنکه هم اون، این دوتا گانه هم بچه ها اینا هم دوتا شدن، خب اینا هم بالانس شدن. حالا بالانسشون چجوریه نرین بگین داشومید یکیشون زد منو پودر کرد این کجاش بالانس شده، هنوز همون فنکه همون فنکه. بچه ها رنجشون رو خیلی کم کردن ولی فاصله نزدیک مثلا 1 متر 2 متر 3 متر یه متر دومه سمت، این فاصله دمیجشون همون دمیج قبلیه، یعنی همون مثل قبل میکشد. الان مثلا فنک تو فاصله خیلی نزدیک خیلی دمیج میده، مثلا تو فاصله 20 متر دیگه اون دمیج قبل رو نداره، حتی اگه اتشمنت هم روشون بذارین. هیپ فایر دیگه مثل قبل، مثلا شما میدید یه فنک پلیر از 20 قدمی که فایر میگیره پودرتون میکنه، الان دیگه اون دمیج رو نداره. هیپ فایر هم اگه دستشون رو بزنن روی هیپ فایر خب تیراشون خیلی پخش میشه. سر همین الان این سیزن بچه‌ها هیپ فایر کلا نیست، کلا هیپ فایر نرف شده. تو این سیزن به نظر من اگه میخواین اس ام جی بازی کنید، ببین این قضیه خودش برای شاتگان پلیرها خیلی خوبه که دیگه هیپ فایر مثلا فنکو اینا یکم ضعیف شده دیگه دهنمون سرویس نمیشه، خدای میگم یکم بازی بالانس تر شده. قبلا فنکیا رو میدیدی لابی بودی، یعنی بعد نگاش میکردی هنوز شاتگان نیومده بالا بزنی بهش رفته بودی لابی، آخه یعنی چی خدایش چه فازی روز اینو براتون اینجا نگو یه کوک اسکو بچه سازن نکنید بوم اینجا نخورد، یعنی بزن اگر اون رو نگاه کنم قشنگ این رو زدن تو سینش، ولی واقعا داشومی کم نمیاره. ببین این سیزن موومنت، یعنی هر جور حسابشون میکنن توی سیزن خیلی میشه موومنت زد. اینو این پلر آخری اینجا ناکنی آخری نمیدونم نه آخری نیست نه مونده هنوز ناکنی اینجا یارا مزد راش علکی نمیدم ناکنی دیدم یارا میخوام برم بزنش فشار خوردن گفتم بذار خودم بزنمش چرا یارم بزنم اینجا بچه اینجا ناکنی بعضی موقع انسان حسادت میکنه به یاراش واقعا اینو اینجا بچه‌ها فهمیدن. بذار ببینم اینو میرم کجا یکم اینور اونور ناخو اینا یکیشون اینجا اومده اینجا بذار تو هم بزنم
میگن شاتگان بچه میگن نرف شده به نرف نیست به نظر من. من خودم حرکت آسته میکنم نگاه میکنم خب میبینم شاتگان رو یکم زدم میمونم اونور، یعنی این که مثلا دقیق نزد این ثانی آخر که میخوام شاتم رو بزنم شاتگان رو عوض میکنم. نکنی بچه ها این گانش اسمش جک تویل، نکنی 10 تا شات زدم به طرف الان طرف وستش نشکسته، نکنی حتی میگیرم روش، نکنی چقدر حتی من نخواستم تاکسیک بازی دارم برم بگیرم رو طرف خب، ولی کلن خیلی نرف شده. یعنی الان جک تویل فنک اون گانه که اسمش یادم نمیاد عمش خدا بگم چی کارش کنه همون گانه، اینا بچه تا نرین تو فاصله 4 متری نمیندازن، ولی تو فاصله 4 متری خدای قوی هم. خدای قوی. حالا اینجا یه چیز دیگه بهتون بگم، نکنین برای پلیرای مثل من اینجا دیگه قشنگ میتونم بهتون نشون بدم یه تیکه است، یعنی قشنگ براتون جلوی انمی نامنظم میزنه، یعنی جلوی انمی اصلا نکنین هیچ نکنین. برای کسی که مثلا مووند داره اینجوری چپ و راست میرن خیلی بازی روون شده. قبلا اینو بهتون میگم نکنین خیلی کاراکتر کمتر میشینه تو این سیزن، اصلا این چیز عادیه، نه ربطی به اتچمنت داره نه ربطی به چی، خود بازی اینجوری کرد. نکنین سری تیرو میزنی سری از حالت تیر زدن بیرون میای، چون اگه هین تیر زدن سری دکمه سر خوردن رو بزنی میشینی. سیزن قبل اینجوری بود، الان این سیزن تو شات تو بزن سری سر بخور، الان اینجوری شده. اینا کن قشنگ من نگاه الان دو تا پلیر اومد رو قشنگ بینشون نام الان اینجا نکن الان انمی نگاه جلو داره میزنن قشنگ برای خودم این ور اونور رو میکنم یه دور میرم بالا این گانو در میارم نگاه این گانو ول میکنم قشنگ 3 4 تا الان انمی جلو ما نکن داره همینجوری تیر میزنه کلا دو تا تیرش بهم خورده. نکن سیزن نامنظم زنیه، یه دونه تیر بهش میزنم قشنگ نکن قشنگ واقعا 15 20 ثانیه جلوش نامنظم زدم آخرام با هچ زدم رفت. این برای پلیرای مثل داشومی بهترین سیزنه. اگه مثلا میبینی واقعا نمیدونم مثلا بعضی شیدا میگن لگ بازی بیشتر شده، به هیچ عنوان برای من یکی اینجوری نبوده، برای من لگ کمترم شده، چون آلکاتراز اون اولش که من بچا لگ داشت با این آپدیت من الان این دستا رو داشتم بازی میکردم لگم شدیداً کمتر شده. خب بریم اینجا یه دونه شاتگان بردارم ببینم تو کلاس چی داره. ببین اینجا ببینم اینجا نکن مثلا نکن الان اینجا نکنین قشنگ نکن روون شاتگان رو در میارم یه موومنت معکوس یه شات نکن خیلی روون شده باز نکن قشنگ این دور انمی ها قشنگ برای خود نامنظم میذارم میرقصم نکن یه دونه تیر بهش میذارم شاتگانمو در میارم قشنگ یه دونه نامنظم دیگه میذارم یه دونه تیر نکن. سیزن کیه نامنظم پس هم بزنیم این خطمون گرفته کم بزنیمش دارش بیا اینجا سرمون در نرم سرمون در میکنیم که اینو بزنم بی اینجا من نید بزنم یه شیبه شو باید جلو مکن یا با مزنم یعنی اینجا پشمام بریم مثلا نیده به ترکی رفتم یه شات دادم بهش نکنیم یعنی تو شاتو میزنی قشنگ سریع میتونی بچرخی اینجور بهتون بگم یعنی هر چقدر از این سیزن داشونید بگه کم گفته. فقط میتونم بگم سیزن کیه داشون میگه اینجا بچه اتچمنت ها دیگه وقت نکردم این ویدیو یکم ویدیو رو سخت امروز درست کردم گفتم دیگه انرژی زیاد بالا نبود ولی چون که شات های زیبایی زد اون هد شات دادم فشار خوردم. البته این مشکل هنوز توی بازیه هنوز یادم رفته یعنی یادم که نرفته من اینکه ویدیو نمیسازم چجوری حوصله میگیره 4 تا صفحه بگیرم برای اکتیویژن ریپورت بفرستم همین یادم رفته همینا خودشون درست نکردم بابا اینا رو وان شات کنین دیگه این اسنایپر هد بخوره باید بره طرف مخصوصا یه اسنایپر مثل دی ال کیو خدای میگم ببینین چقدر سخته با دی ال کیو هد شات بزنین آخرین باری که شما با مثلا یه گان هد شات شدین کی بوده حالا داشومی چشتون نره میرم با اون گانش اسمش آخه اینم هد شات زدم چشتون نره داشومی هد شات میزنه واه هد شات واقعا سخته داشومی نوب هست ولی هد شات واقعا سخته سر این باید وان شات بشه. راستی اون 5 تا گردونی هم که زدم توی همین ویدیو براتون گذاشتمش که نگن داشومی نمیدونم الکی رفته نمیدونم اکانت یه نفر آورده یکی ویدیو درست کردم امید نخوش هد شات زدم امید رفته یه اکانت گرفته یه دونه گیم بگیره بره داش یه من سی پی زدیم روش چی داری میگی صحبت در چه مورد هستین که چی مثلا فکر کن شما همون طرفی الان این ویدیو رو ساختی که آره امید مثلا الکی کلیک بیت کرده مثلا چیز نکرده چی میگن اکانتش نرفته بعد مثلا من میام اینجا بچا این اکانت این گردوناست که زدم گفتم بهتون نشون بدم بعد یهو من میام 30000 تا میزنم خب داداش طرفدارات میگن چرا زری میزنی خب طرفدارا دیگه باهات حال نمیکنن و چرا اینجوری بلای سر خودتون بیارین واقعا داش امید هر ببینی هر یوتیوبری که میبینید اینو همین الان بهتون بگم که کسی شاخ نشه هر یوتیوبری که میبینید هر اینستاگرامری که بچه‌ها میبینید هر یوتیوبری که میبینید هر چیزی که دارن صدقه سری سیستوقیاست نه واقعا صدقه سری طرفداراشونه یعنی واقعا اینا این طرفدارا نداشتن اصلا یوتیوبر نبودن شما مثلا من الان شما نباشین داشومید کیه داشومید یه فرد عادیه که داره کالا فازی میکنه هر چی دارین برای طرفدارامونه سر همین یک اگر ببین برای طرفداراتون شاخ نشین
دو چرت و پرت تحویل طرفدارتون ندین که مثلا بگی الکی بگیم مثلا ببین الکی این نفر رو مثلا بگی اینجوری مثلا طرفدار دروغ میگه بعد فردا ببینین طرف دروغ نمیگه طرفدارات میگن زر نزن داداش خداحافظ فعلا خداحافظ یه فعلا خداحافظ میدتون میگن اینجا نگاهین داشون میگم بعد گفتم این سیکارو بزنه بود ببین بچه ها اصلا قضیه شوآف نیست 1% نمیخوام بیام بگم 5 تا گردون زدن خودتون داشون میدون میشناسین داشون میت فردی خاکی خاکو دیدین انرژی داره حس میکنم انرژی مثلا باهاتون صحبت میکنم انرژی داره برمیگرده به نازم واقعا این صدقه کله سیستوقیا انرژی داره میدن برمیگرده واقعا هر چی هست از کله سیستوقیا است آخه گفتم بهتون دیروز رفتم فوتبال بازی کردم با سیستوقیا به نازم تو یه خیابون اونورترمون بچه ها یه خیابون وسط کنار خونه مامانم اینا خب خونه ما خیلی فاصله داره خونه خیلی نه دوست خیابون فاصله داره خونه مامانم اینا رفتم پیش خونه مامانم اینا و اینو دارین گردونا میگین اینو میگم خیلی باحاله بچه‌ها حتی خونه مامانم اینا وقتی کوین توی داشتم میرفتم از سر کوچه‌ها که داشتم رد می‌شدم یه تو کوچه دارم فوتبال بازی می‌کنه خب بعد موقعی برگشت گفتم بذار تو کوچه برم مثلا دیگه حوصله آدم سر می گفتم بذار از اینکی کوچه برم بعد رفتم یهو دیدم یکیشون گفت سلام داشو میید منو میگی دقیقاً اینجوری این چرا بهم سلام داشون یکم فکر کردم دیدن داشون میید یوتیوبره مثلا اینجا متوجه شدم بعد جالب اینجاست دوستشو سری قبلی دیده بودم این کوچه اولا دوستشو سری قبلی دیده بودم بعد این دوستش بود گفت ای داشون میید من دوست همونی هم که سری قبلی اومدی باش عکس گرفتی ها چون سری قبلی اومدی باش عکس گرفتی حالا اگه ببینم این سری باش عکس میگیرم میذارم برات همسایه‌مونه تقریبا همسایه مامانم داداش اون دوست من بود منم دوستشم من خود داداش تو خیلی خودمو دیدی دیگه چرا اینجوری میگی این یه کوچه یکم براش رو پایزن گفتن داشون میده فوتبالیست بنازم خواستم ویدیو بگیرم حوصله‌ام نگرفت ولی به انرژی پایین بود دیگه یکم به انرژی داشون سیستوقیار تو کوچه دید ویدیو یکم ساخت یکم رفت بالا این عمه بگم چی بهشون عمه سیسماستیا عمه چی بهشون بگم اومدن یکم ببین دراما رو انداختن داشون فشاری شد سر هم یکم فشار خوردم حالا آره این کوچه اول کوچه دوم دوباره بچه ها چند تا سیستوقی رو دیدم اینا دو تاشون منو میشناختن حالا بچه ها یه چیز جالب بهتون بگم اینو نمیدونستم فهمیدم از کوچه اول خب کلا 3-4 نفر بودن بازی میکردن یکیشون که اصلا نمیدونست بازی چیه دومی بچه ها فری فایر بازی میکرد بعد تازه دوستش گفت منم تازه مسخرهش میکنم فری فایر چیه بیا کالاف گفتم بابا بیا کالاف 4 تا ویدیوی ما رو ببین صد تا نگاه کن صدت بره بالا میشه چی فری فایر آخه فشاری میکنین داشو میدا اگه خودم دارم بهش میگم کوچه دوم هم همین جوری بود از فکر کنین 5 نفر دو سه تاشون کالاف بازی میکردن دوستشون فری فایر بابا اللهم صل چی داره فری فایر بازی میکنه خدا وکیل چیه اونو نشونه گرگ بیابون بدی تا فردا فرار میکنه نه 4 تا نامنظم داره نه 4 تا چه بتون بگین فری فایر بازی کنیم با کمربند کبودتون میکنن آره چند تا روپایی هم تو اینیکی کوچه زدم دیگه اومدم خونه گفتم بس چند تا به نامونه انرژی رفت فالا دیگه انرژی رفت فالا یعنی اگه اینستامو بچه ها فالو کنین دیگه اونایی که اینستامو فالو میکنن تو اونجا عکس سگمو براتون فرستاد نه ویدیوشو ویدیوی سیکسو براتون گذاشتم که بریم ببینین بچه ها داداشم یکم تنازی کرد اونجا قلبم میکم گرفت بود موقعی برگشت که اومدم اینا رو دیدم داره قلب داشم این صدقه سره سیستوقیا بهتر شد خب باش فردا امکان خیلی زیاد دوباره برمیگردیم به روال عادیمون این گردونا رو بزنیم براتون بزنم این گردونا خیلی داشون باشون حال میکنه دیگه یعنی اینا کوین گردونا رو تون زدم دیگه سرشون زیاد وای نستم که نگین ناکوین داشون فقط هر چی سیبی داد حالا ها داشتم میگفتم تو ببین 1% نمیخوام شوآف کنم یعنی اصلا ببین ناکوین شما داشون میده داشم اینجا میگفتم میشناسین از سیزن 1 که بازی کردم اون اکانت اولم یعنی 3-4 ماه یوتیوبر بودم بچه‌ها با اسکین بات فکر نمیدونستم برم یه اکانت بگیرم بیام بگم داداش چیز ولی بچه به خدا قسم میگم شماها گفتین داشون برو 4 تا اسکین بیار قلبمون گرفتم با اسکین بات بیار 3-4 بار به عمم بعدو بیرا گفتین دیگه داشونید فشاری شد دیگه گفتم واقعا دیگه عممو نیاریم وسط سر همین دیگه رفتم چیکار کردم یه دونه اکانت جدید آوردم گفتم بیام با این اکانت براتون یعنی فکر کنید 3-4 ماه بود یوتیوبر شده بودم بعد رفتم یه دونه اکانت آوردم یعنی اصلا قضیه شوآف نیست ببین برای داشم این کانال مهم نیست این کانال رو میزنم این سیستوقی ها ویدیو رو میبینن لذت ببرن 1-2 سوال براتون پیش اومده میگیم داشم تو چرا هرچی گردونا رو میزنی چی هرچی گردونا رو میزنی 1 اینکه شما خوشتون میاد 2 که خیلی مهمه مثلا بعضیا خب بعضیا
اسکینو میاد نمیدونن کیل افکتش چجوریه، موندن بزنن نزنن برن از کجا نگاش کنن، میان داشو میدون نگاه میکنن از اسکین خوششون بیاد میخرن. مثلا اینونتاریه، شما مثلا اینونتاری رو مثلا توی چیز توی لابی میبینی، میگی خب الان اینو بزنم یا نزنم، توی بازی قشنگ هست یا نه، موومنتش خوب هست یا نه، باریک هست یا نه، داشو میزنه میگه این بهترین اسکین بازیه، بدون شک میریم میزنیش. این دلیل دومیه بچا. اینا اسکین اسنوپ داگ، بزن گانش هم بزنم که به این گانش هم برسه. بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین، عاشقتون هم صدقه سر سیستوری، هر چیزی داریم به همه جا میرسیم، مراقب خودتون باشین، داشتون دوستتون داره، تو کوچه بودین فوتبال بازی کنین، چند رو پای بزنین، عاشقتون هم.